انشالله که بتونیم در این گام ها موفق باشیم و عملی کنیم اینا را ما بسیار وقتا بسیار از موضوعات گوش میکنیم و همه را قبول داریم میگم آ به خدا کلی گپا سیسته ما کلی گپا را قبول داریم و بسیارم عالی ولی که تصمیم بگیریم برای عمل کردن از او یک ذره سخت است فراموش میکنیم از ذهن خود ما کلی گپا رو میشنویم قبول میکنیم ولی خب عمل نمیکنیم بیاین تصمیم بگیریم از امیاله که تمام این موضوعات را که در زندگی جزء بسیار بسیار موثر است در رفتارها و اخلاقیات و همه مسائل های زندگی ما اونا رو وقتی که متوجه میشیم و میفهمیم عمل کنیم در زندگی خدا عمل به خودم میگم باید بیم شروع کنیم و اونا رو عمل کنیم تا که بتانیم به واقعیت معنی زندگی رو بفهمیم چرا که زندگی همین مسائل های زندگی است که میتونه موفق باشه یا خدا نکرده به شکست منجر شود خب گام دوم بله اگه بتانیم اینها رو انشالله در زندگی ما عمل کنیم هم لذت خود ما در زندگی خود میبینیم هم بقیه رو از خود ما انشالله راضی نگه میدانیم مورد دوم خیلی نکته مهمیه شاید از تمام گام هایی که ما میخوایم بگیم این مهمتر باشه یعنی به حدی مهم است که به وسیله از این انشالله حتی کارهای بزرگ رو میتانیم انشالله انجام بدیم و کمک از خداوند است به به استمداد و کمک از خداوند دعا کردن من میخوام ترک عادت کنم نه که برای کار ما برای همه کارها داریم اول بگیم که خداوند توکل به تو میکنم و به این رو از خدا بخوایم که خدا خودش کمک کنه مطمئن باشیم که خداوند هیچ کس رو بدون جواب نمیساره این رو باید در نظر داشته باشیم و تاثیر زیادی هم در ترک عادت ها داره خوب کافیه فقط یک بار این رو امتحان کنیم البته خود خداوند هم این رو در سوره نور آیه 21 فرمودند. گفتن اگه فضل و رحمت خدا بر شما نبود هیچ کدام به فضیلت و تسکیه روی نمی آوردید <متصفح> ای کسانی که ایمان آوردی از گام های شیطان پیروی نکنید هر کس قدم جای گام های و قدم های شیطان بگذارد گمراه شده است <متصفح> چرا که او شیطان شما را امر به فحشا و منکر می کند بله اگر فضل و رحمت الهی به سراغ شما نمی آمد احدی از شما هرگز پاک نمی شد ولی خداوند هر که را بخواهد تسکیه می کند خداوند شنوا و است آخرش هم میگه وقتی کمک از ما بخواهی خدا شنوا و دانا هست بله. هم حرف شما رو میشنوه هم به بهترین نه برای شما ام. تصمیم میگیره خب این آیه خیلی نکته جالبی رو داره بله. خب عادت های بد ما میتونیم بگیم همو پیروی کردن از کارهای که شیطانی هست ام. چون شیطان هیچ وقت خوبی ما رو نمیخواد این آیه میگه که شیطان برای گمراه کردن مؤمنان هر جور شده تلاش میکنه حتی از سر قمی نکته ریست عادت های بده باشه خب کار شیطان هم میگه همیشه به دعوت به فحشایه مم. پس انسان باید اینجا از خدا کمک بخواد درست. از خود خدا بخواد که در این راه براش معیا کنه و لطف حال خداوند شامل حال این فرد بشه که او حادث رو ترک کنه باید. نمیگم تلاش های خودش نباشه دیگه. تلاش های با خودش باشه بخدا. با توکل با خدا باشه تمام کلام رو خلاصه فرمودین با. با توکل با خدا این کار رو شروع کنه پس این گام خیلی مهمی است که و در زندگی انسان نه تنها برای ترک عادت ها بلکه در تمام مراحل زندگی انسان تأثیر گذار هست بلی. و تاثیر خوبی هم داره انشالله گام بعدی که ما میخوایم در موردش بحث کنیم یک مقدار انسان بشینه تفکر کنه همونطور که تفکر کرد که عادت های او چیه شما فرمودین که او عادت های زشت خود خور باید لیست کنه انسان بله بله خب لیستی از اونها رو تهیه الان کرد الان فکر کنه که من این عادت بد رو دارم چقدر بده ام. هم در زندگی خودم بده هم بر روی احق... مثلا خانواده خودم خانواده داخل جامعه, جامعه. اینا تاثیر بد میگذاره و چقدر اونها میتونن از این کار بد ما من تاثیرهای منفی ببینن این رو باید انسان توجه کنه خب هم توجه کنه که ب... اگه خدای نکرده عادت بدی باشه بین والدین باشه این رو حتما بدانه که فرزندان او سریع او تاثیر میپذیرن خب م... ما داریم که ف... اگه خلق خوبی رو در خانه حکم فرما باشه مطمئنا بچه های او خانه به سمت او خلقه خوب میرن هدایت میشه